سببی افزایش شماره بیماران ویروس نورساگی مسئولیت آدم در تاجیکستان. گردی همایی در پایتخت تاجیکستان. مفهوم دشمن ملت برمیگردد. در دوامی سالهای استقلالیت شماره بیماران ویروس نورساگی مسئولیت آدم در تاجیکستان زیاد از 9000 نفر به قید گرفته شده است. با وجود این چی طوری که متخصصان اطلاع می دهند شماره مذکور افزایش یافته ایستاده است. حاضر گویم اگر در یک روز زیاد از 150 کس به مرکز مخفی ما مراجعه میکنند. سال 2017 در کشور طبق آمار رسمی 1207 حادثه سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم آشکار گردید. از ماه ینور تا ماه مارس سال 2018 باشد 321 حالت نوی سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم آشکار گردید است. غیر از این شماره شخصانی که دیگران را با راه علاقه جنسی قصدن به سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم گرفتار می نمایند افزایش یافته استاده است. مثلا چی طوری که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کمی پیشتر اطلاع داده بود، از طرف آنها شهروند 31 ساله تاجیکستان دستگیر شده است که ساکن 30 ساله محلی را قصدن گرفتاری سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم نموده است. حالت همانند تابستان امسال به وقوع پیوسته است که ساکن محلی 10 مرد را قصدن گرفتاری سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم نموده است. اینچنین یادرس باید کرد که در تاجیکستان طول 26 سال زیاده از 2000 نفر با سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم فوت دیدند. چنین معلومات ها را مرکز جمهوریوی ویروس نورساگی مسئولیت آدم پیشنهاد می نماید. متخصص آید به محافظت مدنیت و قدریت های اسلامی محمد عبداللهزاده می گوید که وضعیت در حالت خطرناک قرار دارد و قسم بیشتری عیب بر عهده حکومت خودکامه می باشد. پهن شدن سرایت ویروس نورساگی مسئولیت آدم در جامعه تاجیکستان این نتیجه سیاست حکومت کنونی می باشد که با بهانه مبارزه علیه تروریسم و اکستریمیسم و نیز کردن مدنیت اسلام و قدریت های مردم تاجیک یکچند عصره شروع نموده است. علاوه بر این مدنیت فساد اجنبی غرب را فعالانه پهن می نمایند که عاقبت در جامعه اخلاق گم شده ایستاده است. گفت در تماس تلفنی عبداللهزاده. در دوشنبه گردی همایی نوبتی به وقوع پیوسته است. این دفعه گردی همایی در نزد بینای صحه سنه 3 اکتبر برگزار گردید. در شهری دوشنبه نزد بینای سفارتخانه صحه 20 نفر جوانان با طلب قطع فعالیت تشکیلات مذکور جمع شدند. با گفته جمع آمدگان تشکیلات صحه گروه های تروریستی را که بر ضد حکومت تاجیکستان فعالیت میبرند دستگیری می نماید. یکی از اشتراکچیان گردی همایی به اخبار نقل نمود که در گردی همایی 20 نفر اشتراک نمودند و اکثریت آنها دانشجویان دانشگاه های گوناگون می باشند که با یک دیگر وابستگی ندارند. کمی پیشتر پیش از برگزار گردیدن کنفرانس در ورشو اینچنین در نزد بینای سفارتخانه صحه گردی همایی تشکیل شده بود که جمع شدگان از نمایندگان تشکیلات طلب نمودند که نمایندگان مخالفین تاجیک را خصوصا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به کنفرانس راه ندهند. اینچنین جمع شدگان از حکومت طلب نمودند که اگر طلب آنها عملی گردانیده نشود فعالیت صحه قطع گردانیده شود. مشاهدان قید میکنند که در حقیقت گردی همایی آخرین و ما قبل با تشبث رژیم رحمان جوابن به شکست خوری هیئت نمایندگان خود در کنفرانس هر ساله تشکیلات صحه عملی گردانیده شده است. جالبی توجه در آن است که وقتهای آخر رژیم گردی همایی ها را همچون تشبث جوانانی با شعور وطن پرور نشان میدهد، حالانکه به همگان معلوم است که در زیر گردی همایی ها و اعتراض های مذکور هر وقت تشکیلات های حکومتی با مثل تشکیلات جوانان اوانگارد می ایستد. چی طوری که رادیو آزادی می نویسد عباره دشمن ملت در جستجوگر گوگل جای اول را اشغال نموده است.
вақтҳои охир ибора дар Тоҷикистон дар 112 ҳазор нашрияҳои васоити ахбори омма ва сомонаҳои иҷтимоӣ истифода бурда шудааст. Ҷолиби диққат аст ки ибораи мазкур аз ҷониби режими Сталин барои тарсонидани мардуми кишвар ва ҷазодиҳии дигарандешон истифода бурда мешуд. Душманони миллат. Ба ақидаи коршиносон, ибораи душмани миллат дар Тоҷикистон аз ҷониби режим барои сафедкунии амалҳои нисбати дигарандешон ва хоҳишмандони бедории исломӣ истифода бурда мешавад. Инчунин барои пешгирии танқиди режими Раҳмон низ истифода бурда мешавад. Амалдорон ҳамаҷониба мехоҳанд ба зеҳнҳои аҳолии кишвар ибораи душмани миллатро бо воситаи ҳаракатҳои гуногуни ҳукуматӣ ҷорӣ намоянд. Ғайр аз ин, дар намозҳои ҷумъа имомони масоҷид дар хутбаҳояшон якчанд маротиба ибораи душмани миллатро нисбати мухолифини тоҷик, барандагони даъвати мустақил ва фаъолони дин истифода бурда дар содир намудани гуноҳи азим муттаҳам месозанд. Чӣ тавре ки маълум аст, мавзӯъҳои ваъзҳои ҷумъа дар Тоҷикистон аз ҷониби ҳукумат таҳия карда мешавад.